داستان این هفته بزک نمیر بهار میاد از مجموعه داستان‌های حسنی برگرفته از ضرب المثل معروف بزک نمیر بهار میاد خربزه و خیار میاد. عباس در کار آسیا به مشهدی رجب خیلی کمک کرد. مشهدی رجب هم برای او یک بز خرید. عباس اسم بزش را بزک گذاشت. با بزک به آسیا میرفت و به مشهدی رجب کمک میکرد. کار آسیاب زیاد بود چون تابستون کم کم تموم می شد و اهل آبادی گندم‌هایشان را به آسیاب می آوردن تا آرد کنند. بزک دوروبر آسیاب می گشت و می چرخید. وقتی عباس را با سر و صورت آردی می دید به طرفش می دوید. عباس کمی با او بازی می کرد و بعد به آسیاب بر می گشت. عصر که آسیاب تمام می شد عباس سر و صورتش را می شست و همراه بزک به صحرا می رفت. بزک در صحرا علف می‌خورد و سیر می‌شد و با عباس به خونه برمی‌گشت. خانه مشهدی رجب طویله نداشت چون ننه رازی مریض بود و نمی‌تونست از گاو و گوسفند نگهداری کنه. عباس بزک رو گوشه حیاط می‌بست و جلوش پوست خربزه و هندونه می‌ریخت. آن سال پاییز خیلی زود از راه رسید. عباس با مهره‌های رنگارنگی که از مادرش گرفته بود یک قلاده قشنگ با زنگوله کوچک درست کرد و اون رو به گردن بزک انداخت. یک مشت حنا هم در ظرف آب ریخت و آن را به پیشانی و دم و چهار دست و پای سفید بزک مالید. حالا بزک سه رنگ شده بود. سیاه و سفید و حنایی. خیلی قشنگ شده بود. همه به اون نگاه می‌کردن. مشهدی رجب هم وقتی بزک را دید خوشش اومد. او به ننه رازی گفت اگه می دونستم که این بز اینقدر عباس رو خوشحال می کنه خیلی زودتر این بز را برایش می خریدم. ننه رازی سرش رو تکون داد و گفت ما که نمی دونیم در دل بچه ها چه می گذره. فصل پاییزم تمام شد. اولین برفی که بر زمین نشست و زیر زانوی عباس می رسید. زمستان زودتر از هر سال از راه رسید. اهل آبادی خودشون رو برای روزهای سرد زمستون آماده کردند. کرسی‌ها رو گرم کردند، گاو و گوسفندها رو به آغل بردند و به پیشواز زمستون رفتند. دیگه برگی روی درخت‌ها نمونده بود. علفی در بیشه‌زارها نبود. تمام آبادی به زیر برف رفته بود. عباس برای بزک نگران بود. بزک گرسنه بود و عباس نمی‌دونست چه کار کنه و اون رو چطور سیر کنه. ننه رازی با خشت و گل طویله‌ای برای بزک ساخت. عباس هم مقداری جو از همسایه‌ها گرفت، آن را با کاهی که گوشه آسیا بود مخلوط کرد و به بزک داد. بزک آنقدر گرسنه بود که گاو کاه و جو را با اشتها می‌خورد. عباس نگاهش می‌کرد و می‌گفت قصه نخور بزک جان، تا چشم به هم بزنی زمستان تمام می‌شود. دوباره صحرا پر از سبزه و علف می‌شود. آن وقت حسابی علف تازه می‌خوری. بزک با چشمهای مهربانش به عباس نگاه میکرد. کاه و جو را به سختی میجوید و میخورد. چند روز به همین ترتیب گذشت. کاه و جو تمام شد. بزک گرسنه موند. دیگه نمیتونست از جاش بلند شه و به طرف عباس بدوه. عباس گریه کنان سر بزک را روی پایش میگذاشت و برایش از آمدن بهار و بیشه‌زار سبز و دشت پر علف حرف میزد و میگفت. بزک جان، عمر زمستان کوتاه است، صبر داشته باش، باز هم به دشت و صحرا می رویم، ناراحت نباش. بزک با بیحالی به عباس نگاه می کرد. عباس با بزک حرف می زد و خبر نداشت که مشهدی رجب به حرفایش گوش می دهد. عباس گریهش گرفته بود که یک دفعه مشهدی رجب با صدای بلند گفت پسر چه می گویی؟ مگر می شود این حیوان زبان بسته چیزی نخورد و تا بهار گرسنه بماند؟ بلند شو برو پیش عمو مراد و بگو یک گنی جو با دو گنی کاه برای من بیاورد. بعد هم با صدای بلند خندید و گفت هی 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 بزک نمیر بهار میاد خربزه و خیار میاد. عباس هم خندید و از جا بلند شد و با عجله به طرف خانه عمو مراد دوید. عزیزانم اگه داستانهای ما رو دوست دارید و میخواید کانال ما رو دنبال کنید یادتون باشه سابسکرایب و به روی علامت زنگوله کلیک کنید. اینطوری به محض خوندن داستان جدید با خبر میشید. یادتون نره ویدیوهای ما رو با دوستانتون به اشتراک بگذارید.